ماما یه دقیقه بیا اینجا یه دقیقه ماما تو خیلی بزن ماما ماما بیا داره داد میزنه عشقم دوستم بیا عشقم I love you عشقم حالت چطوره کی با کی با... سلام عزیزم حالت چطوره سلام علیکم برمت دارم عشقم امروز رو فور میان چما ماشیالله قربونت سلامت, با... سلامت باشین قربون شما سلامت باشین خانم برنامه بذاریم عزیز این برنامه بذاریم مهمونی براتون شامپاین بکنم میزنه میگه من امکان داره نه جان به صدا تو به حرف نه عزیزم سوهل جان وقتی خانم محترم وقتی خانم محترم خانم من اگر نمیدونستم شما نسبیتی با این میمون دارید واقعا باور کنید احساس میکردم دوست دوست خواهش هست وای عزیز من نه میمون خوب خیلی قربونتون برم خیلی دوستتون دوست دارم قربونتون برم فدات ان شاء الله عزیز من قربونت دارم ماشاءالله دمت گرم ماشاءالله رامیر زمین میلرزه بنادم عجب <تصفح> بود کجا بودیم چیزی که داشتم به اینجا میگفتم توی حرف اینی که ما بخوایم بدونیم که یک اصول بدونیم بخوایم اونو از بین ببریم دیگه روش کنترلی نداریم تو نمیتونی اینو نقض تو میتونی منو به عنوان یک آدم بفرستی به فضا وقتی تجربه ای ندارم ابزارش رو به هم میدی فناورش رو به میدی ولی من یک استرونات نیستم یک فضانورد نیستم میریم تو معامله میره امکانش خیلی بالاست یعنی شانسه که من بتونم اون کار درست انجام بدم اصولا منطقی نیست وقتی که نسل جوان همه چیز رو تابو حساب میکنه و میگه که من میخوام تمام این تابوها رو در هم بشکنم یعنی بلنشم برم گل بکشم اینجوری بکنم اونجوری بکنم این انگوش بدم دیگه این زن قابل پرورش نیست که بخواد درک بکنه یک سری چیزهایی که آقا من کیم ببین یه نکته وجود داره اگه ما سیویلیزیشن رو بذاریم کنار فقط قابلیت تکلم رو به هم دیگه بدیم خب منظورم هم بفهمیم تمام این ساز سازه ها این فناوری رو بیاریم پایین فقط همین کره زمین باشه در مورد خودمون و جایی که زندگی میکنیم چی داریم به هم بگیم سویه واقعا میدونیم چی هستیم واقعا میتونی بگی که ما چی هستیم هیچ دود مگه دست باشه دیگه نمیتونیم درست کنیم یعنی مثلا دو نیفت دست من چیره تو دستگیره آخه پوفیوز الان وسط من و دستگیره چیه دیگه جدی میگه من هیچ برو نجار بودی الان این بعد تو زمت بیاد دستگیره درست بکنی تو هم مثل که در خونه تو دستگیرش کندی میری سر کار هر کی میاد تو خونه دستگیره عزیزم من دارم به شما برمیگردم آقای اقتصادی فدات قبر مامانت برم عزیزم میگم من دستگیره میتونم درست کنم بخوام بفهمم از کی هم از کجا اومدم برای چی انجام چیکار داریم میکنیم من چه به این فکر بکنی تو چطور میتونی بگی که وقتی که هیچ پیشینه ای نداری نسبت به خودت بگی من کی هم از کجا اومدم این حیوان زیست میکنیم هیچ حالت دیگه ای نداره هیچ حیوونی نمیگیم نمیتونی درسته که حیوان قدرت تعقل نداره تا الانی که علم رفته جلسه چون نسبی همه چی اوکی همش نسبیه اینا که چون تمام که نشده که ولی تو نمیتونی تو اون حالت بگی من رفتاری خارج از این ندارم چند تا آزمایش هست مستند دوستانی که میگن من مستعجنات دهانی میگم که یک اومدن ج... یک بچه گذاشتن با میمونا بزرگ بشه این میمون داشت زندگی بعد جلوشو گرفتن جلوی ازون می گفتن میمون شد علنا میمون شد یعنی این کانشسنس به کمکش نیامد اگر بهش فشار ندی کار نمیکنه چه حرف قشنگی زدی دقیقا اگر تو بهش فشار ندی کار نمیکنه ما پس یه بچه رو گذاشتن تو بسد میمونا بچه میمون شد هیچ چیز انسانیت نداشت. چیزی و به عنوان یک کاری که خلاف حقوق انسان ها بود این پروژه رو بستن هست سرش بکنن میاد بالا این هستش که تماما رفتار اونا رو کپی میکرد و عقبتر از اونا بود اونا سمارت بودن به خاطر اینکه اونا نتیجه یک تو دنیا میمونی بودن ای هستن که طی مرور به تکامل رسیده و این تازه داره و اگر این ادامه پیدا میکرد ممکنه همونطور که مثلا داروین رو مثال میزنن میریم بتونیم هم برش کردیم مثال ها مثال ایست. پس یعنی یک راهه اصلا یه چیز دیگه میگن یک اول. میگن ببقو. میگن 99.9 99 درصد چیزهایی که زندگ... زندگی... کردن از بین رفتن ما آخر این درن. گونه بودیم که سوروایف کردیم و متاسفانه گونه وحشی هستیم اوکی؟ یعنی گونه هستیم که یعنی گونه بودن که بیازار بودن این بوده چه تو روسیه که تو غار پیدا شد اخیرا آخرین ما کلا خومون درنده است ولی حالا که ما میگیم آقا به ارتباط رسیدیم اگر نتونیم خودمون رو کنترل بکنیم اگر جوون امروز اگر رو بهتر بکنیم کنترل یه چیز بهتر این دو تا چیز يعني... ببین بهتر کردن در اموره یعنی یاد گرفتن باز نسبیه بهتر کردن که تو میگی مثلا تو به عنوان یک فیزیکدان به بچت که مثلا موزیک راک کار میکنه و تو متنفری و باخوش میدی اصولا بهش بگی خودتو بهتر کن اون خواسته ها و اون چیزهایی که برای تو دلالت بر بهتری داره رو به اون ربط میدی ولی کنترل کردن یک چیزی که برای همه مونه دقیقا میکنی کنترل وقتی که میگه کنترل مربوط به تمدن ما چیزی که من دارم در جدیدن میبینم اصلا باوش با نیستن ببین یه مثالی میزنن میگن بچه منو نگاه کن فاتی فاتی حالا الان اسم فرق کرده این فاتی مال زمان من تو مونیکا مونیکا بیا ببین تسلا اسم زدم تو چیزی پستا چجوری چی با تبلت کار میکنه هشت تا سایت سوپر رو وا میکنه بدون فیلتر شکن همه میرن نگاه میکنن یاد بگیرن برن جغل. آقا گجتو گذاشتی جلوش خودش رو کرده همون گجتو بذار جلوی بچه دهه چهلی بیشتر گفتم اپتیمایز میکنه خودشو این به معنی اسمارت بودن ببین این نشون میده که نمیف کنترل ندارم وقتی که تو کنترل نداری سهیل نمیتونی تشخیص بدی حرف تو اینجا درست بود جز اون چیزی که خودت میپسندی اون وقت تو مثل خر زندگی میکنی مثل بز زندگی میکنی همیشه تو قفسی همیشه کسانی هستن که میتونن رو تاثیر بذارن اونطوری که تو میخ... اونطور که میخوان تو رفتار بکنی و حرفایی مثل آدم مثل من یا حرفایی مثل آدم تو رو اینا زننده میشه یک نفری که میاد میگه آقا چرا به مادرت فش میدی چطور میتونی به اثبات برسی اول باید به اثبات بکنی که این کار بده بعد با هم صحبت بکنیم ولی اون چیزی که تو در اولین دیده در زندگی یک برداشت سطحی کردی رو به عنوان اصل و چارشوب قرار میدی معیار سنجش و قضاوت میدونیش و شروع میکنی رو آدم قضاوت کردن این سم سهل اون آدم میتونه از داره تو رو بکشه چون کنترل نداره بفرم نه خیلی من میگیرم داستان من خودم کسی که فکر میکنم من از دنیای ساختگی فرار کردم دیگه من خیلی زندگی مال خودم یعنی مثلا من همه کارام نسبت به خودم واقعا غیر عادیه چیزایی هم برشون همشه سواله ولی اتفاقی که افتاده من خودم توی خونه زندگی میکنم که تمام قانونش مال خودمه ریلکسیم همه همیشه خندون بگو بخند بچه ها شاد ما بابا شاد بچه من فکر کن از روزی که به دنیا آمدن هر روزی که خواستم مام باباشون بغلشون بوده چند تا آدم تو زندگیشون اینو دارن یعنی بچه های پادشاه اینو ندارن من شاید مثلا یه پنج روز از خونه نمیرم بیرون ترافیک من عصبی نمیکنه آدما نمیرن رو اصاب من یعنی واقعا من از نظر خوشحالی باور نکردنی خوشحال زندگی میکنم یعنی خودم بعضی موقع باورم نمیشه یعنی از شانس از پدر مادرم از کانادا تشکر میکنم که این زندگی واسه من فراهم شده واقعا آدما خوشحالی و فراموش کردن نمیدن خوشحالی چیه تو استاتیکی یا داینامیکی اگه بخوای بخو من یه چیزی رو بگم که خیلی خیلی از سوال دارم این من خود شخصت به عنوان یک فرد که میتونی مثال خیلی آدم ها باشی یا حرف خیلی آدم ها باشه حرفت مثل خودت دو دسته نگرش ذهنی به نوع زیست رو میخوام اینجا مثال بزنم استاتیک و داینامیک اصولاً آدما دوست دارن سکنا گزینن به قول معروف یک جایی یک محیطی رو داشته باشن و بتونن اونجا مثل یک مزرعه خودشونو فارم کنن و به بار برسونن و اینو وستش بکنن بزرگش بکنن عده خیلی معدودی هستن از آدم ها که داینامیک هستش یعنی اینا نمیتونن بمونن یک جایی و در حرکتن این حرکت حرکت جیپسی نیستش اون جیپسی اگر کوچ میکنه میخواد استاتیک باشه مجبوره شرایطش رو نداره این حرکت حرکت آدم بی, بی خانمان نیستش که جا مکان نداره مجبور حرکت بکنه حرکت داینامیک حرکتی که تو توی قصه ها توی رمان ها که فیلم میشه خیلی میبینی اینو مثلا نسل جوون ما رو نگاه میکنین مثالی از جیجار توکینگ بزنم وقتی که لرد اف سریال میکنن هابیت ها یه گونه هستن که اینا همش در سفرن یک هابیت بین ایناست که داینامیک هستش میخواد بره ببینه میخواد بره جوهای مختلف توی فیلم اینترستلار نگاه بکنی یه خواهرن یه برادرن فرزنده فن دیدی فیلم اینترستلار رو دیگه حتما برادر استاتیکه دوست داره بمون میگه من دوست دارم روی یعنی فیلم به غیر از موضوع اصلیش که اصلا در مورد چیز دیگه است داره به این ولی اشاره میکنه که انسان ها دو دسته هستن دست دنی در از یک دسته هستن یک دسته خیلی محدودی هستن که داینامیکن اینا پویان اینا نمیتونن بمونن یک جایی ساختار ذهنیشون ساخته شده که طول مسیر زندگیشون بگه آقا من یک مثلا تو یک زنی داره میگه که میدونم دوستش داری میپرستی شال در شوخی زندگیت بچه هاتو دوست داری خونه دوست داری خونه دوست داری دوست داری اینجا رو مستحکم بکنی دژی مستحکم برای خودت برای رفای خانواده و در نهایت انتقال بدیم به نسل بعدت و اینطور کاملا ستیسفای میکنه مثل وقتی که میذارن تو تابوت میگه اوکی اوکی میگن میگن فیلم 24 گرم 25 گرم چیه میگن میگن وقتی میمیری چند ثانیه خودتو میبینی این کوسچر خودت رو نمیکنی میگه اوکی مادر جنده دتس ایت بعد میری تو جهنم مثل سگ میسوزی اونجا هستیم خدمت <تص> من میگه با همین تیشرت میری به <بتوش> یاد مادر شده آه ننم میاد میری تو بیان دیگه یه زنه یک زن دیگه هستش که میگه که آقا من ده تا النا دارم توی زنم یکیش هندیه من خانواده هندی دارم من خانواده دارم توی سیبری من خانواده دارم توی فلانجا من یک دوز دریایی هم من یک دکترم من یک جواهرسازم من یک موزیسی ها این, ها این, یه چیزی که بهت میگم وجود داره ولی به شدت محدوده دقیق میکنی اصولاً انسان تمدن خودمونم رئیس خودمونم که نگاه بکنیم علت این که به ابزارالات رسیده و تونسته به اکتشافات مهمی برسه میشه که استاتیک بوده در یک جایی چنبره درسته. زده مونده و تونسته یاد بگیره مثالی که باز زدی من چجوری بتونم یه دستگیر درست بکنم نشون میده استاتیک هستی و میخوای یه کاری اونجا بکنی بدونی چجوری میشه اونجا درست کرد ولی من از اون دسته هستم که اصلا نمیتونم اینجوری زندگی بکنم دوست دارم برم یعنی تو نمیتونی تصور بکنی که من هفت تا النا دارم واقعا تو یک النا داری یک النای زندگیت که انتخابش کردی اگر من این ساز و کار ذهنی تو بریزم به هم وارد اون هتل معروف اون فیزیکدان میشی بی نهایت سوال بی جواب توی ذهنت به وجود میاد ولی الان همه چی باید مشخصه ولی برای من اینه که اگر من النا یا دوست داشته باشم اون همزمان توی چند جای مختلفه و اگر من الان حرکت ندارم به خاطر اینکه تواناییش ندارم جیپسی تواناییش رو نداره یک جا بمونه به خاطر اینکه شرایط مالیش رو نداره من توانایش رو ندارم حرکت بکنم چون عین اون جیپسی اون توانایی مالی رو ندارم و از بودنم دارم آزار میبینم تو حالا خودتو به من طبق این توضیحات مفصل من توضیح بده و نظر راجع به این موضوع و این دو نوع مود داینامیک و استاتیک کانشیسنس ذهنی چه آره حالا همین که گفتی دقیقا من و خواهرم میتونه مثال خیلی خوبی باشه من همیشه احساس میکردم خواهرم داینامیکه و میگم چرا هر جا که میریم میخواد بره جای بعدی یعنی صبح که میشیم میگه بریم بیچ بریم بیچ بریم بیچ بعد که میریم بیچ میگه بریم, بریم پارک بریم پارک بعد که میریم پارک بریم خونه بریم خونه من تو همیشه جای بعدی خوشحالی چرا الان خوشحال نیستی میتونه ایده اچ هم باشه اینو باید حواست باشه فکر نمیکنم خواهم من اچ دی ولی okay. حالا درس من خودم آدمی ام که مثلا الان به من بگی پاشو بیا خونم تو داون خیلی برام سخت مثلا 5 بار هم کنی شاید نمیام ولی اگه یه بار بیام مثلا ساعت 10 صبح میام خونت اگر بهم به بگی سه روز میمونم خونت با زن و بچه ها یعنی مثلا زن و بچه هم خونن میگم من نمیام خونم خونم خونه رضا بعد دو روزی هم میمونم بعد یه روز سوم یه مثلا باید برم کار دارم جایی بعد من یه مکس میکنم که یعنی میگم من نیام یعنی میگم نه باید یعنی بعد این نبای حسابدار وقت دارم دو ساعت دار با من مش حرف بزنم میگم اوکی پس من میرم خونه من هر جایی که میرم اونجا دیگه خیلی خوشحالم بعد حالا یه جالب هر چی کوچیک تر باشه من خوشحال تر میشم هر چی که جایی که به من تعلق بگیره کوچیک یه مبل باشه مبلمو خوشگل درست میکنم یه پتو میندازم زیرش مرتب همونجا هستم عشق خودمو میکنم خودم اونجا خیلی, خیلی، کاملا اصلا داینامیک نیستم استاتیک هم تو ده مکس اوکی ولی نکته وجود داره یه سوال دارم بپرسم خواهرت خیلی آدمیه که با همه گرم بگیره آدم اجتماع رو بپذیره کانکشن خوبی داشته باشه یا نه آره خیلی هست میپذیره پس اجتماع رو ولی اجتماع رو دوست نداره ها یعنی با اجتماع حال نمیکنه یعنی وقتی میاد میگه اه... این بو میده این کیریه این ازگله این جواده و همه میرینه ولی وقتی تو جمعه همه مثل فرشته نگاش میکنن یه خورده مرموزه این چیزی که داری به میگی تا دقیقا شناختش نکته که وجود داشت بازت پرسیدم استاتیک ها کامیونیتی بزرگتری دارن خودشون کوچیکش میکنن یعنی تو خیلی هم. راحت تر اگر, اگر قرار باشه ارتباط بگیری ارتباط میگیری به خاطر اینکه میتونی بمونی داینامیکا با این حال که حرکت دارن ولی تنها یه لونلینس کامله یک... یک چیزی رو من بررسی میکردم توی فرانسه این خیلی مد شده بود که میرفتن سراغ یک سری پیرمردا که اینا زنای جوان داشتن که اینا علاقه مندی به این داشتن که یک نفر بیاد زنشونو بکنه و خودشون ببینن این یک خواست داینامیکیه تو اصولا خودت رو دوست نداری داخل اون لذت ببری از لذت بردن دیگران و تو حالا اونجا یک بافت یک جور مازوخ یک جور مازوخیسم نمیشه گفت مازوخیسم عدید دیگران وجود داره ولی تو اینجا دوست داری ببینی این پویایی شو دوست داری ببینی حالا یکی رو زنمه این یک بافت از شخصیت داینامیک هاست که خیلی محدود هستن که ولی به خاطر اینکه درگیر زندگی هستن از بین میره داینامیک کسی هستش که سعی میکنه که اگر با تو الان داره صحبت میکنه هفته دیگه داره با شمنه ها توی تبت میزنه و داره اونجا هایی میکنه بعدش این آدم یک سری یک خانواده رو میشسته تو هندوستان یک عشقی تو هندوستان داره دنبال میکنه ولی بهش نمیرسه و این هی میچرخه این هی میچرخه این پویایی کریتیویتی داره آدم های کریتیو هستن یعنی بزرگترین آدم هایی که من برد یک 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 مثالاش موزارت آدمی بود که هر کسی میگن یعنی موزارت چه موسیقی یا آدمی سیویل داره از شروع میکنه تو کوس زنش برگر رو عوض میکنه شروع میکنه نوت نوشتن خیس میکنه قشنگ برگر عوض شه در صورتی که به کوس بازی معروفه حالا اینکه چطور یک کوس میتونه چی موسیقی رو درست بکنه یک آدمی که اصلا توهین میکنه به همه مثالی که خواهرت زدی فلان قرس فلان این نشون میده که نوع رفتارشون نشون میده که اینا داینامیک هستن و اگر باشن کریتیو من تو خودم اینو ندیدم من فقط انگیزش رو دارم که به این حرکت بکنم خواهرم تو دیزاین کسخوله یعنی خونش که میری اینجا وارد موزه شدی مثلا از اینست که مثلا دیوار و یه ها مثلا چی میگن چی کاغذی کاغذ پرده کاغذ باری کاغذ دیواری مثلا میزنه مثلا میگم نارنجی بعد میره قابای طلایی سفارش میده بعد توی قابا کاغذ دیواری ترکیر در خاکستری میذاره می بعد میچاسمه تو اینا بعد قابا تو خالیه مثلا باید خواد... خیلی ساده کارایی میکنه که مثلا انگار مثلا بری توی یه دونه جای خفن انتظار خیلی نمونهشه این خیلی نمونهشه خونش نمونشه. قدم به قدم اینطوریه این خیلی وا و ای که وجود داره داینامیکال رو از بین میرن کلا و اصلا همچین چیزی و فرضیه میدونن دیگه و فقط تمثیلی از نوعی از رفتارشون داره میمونه استاتیک ها حالا که وقتی صحبت استاتیکا می میکنم استاتیک بدون داشتن علم نمیتونه لیمیتلس باشه تو یک سوالی ازت دارم تو میپذیری بدون اینکه م... مثلا مومکو خیلی دوستش داری بدون اینکه اطلاعاتی در مورد درگ داشته باشه بدون اینکه اطلاعاتی در مورد گشتن با آدم های خلاف داشته باشه کامیونیتی های زیرزمینی آندرگران گروپ ها داشته باشه و غیر از بی پروا بره این کار رو انجام بده بره بره عضو اینا بشه آیا ای همچین چیز رو میپذیری لحاظ اقلی و یا اینکه احساس میکنی تو مسئولیت داری حد اقل بهش توضیح بدی و این آدم رو مطلع بکنی از اینکه چی در انتظار تو پشت در این بسته توضیح بوزی بدی پس یعنی اون زولوزونن میخوای که کنترل کنی که کنترل داشته باشد نه اینکه کنترل بکنی محدود بکنی اینجا تفاوت منه با اون چیزی که تو گفتی این تو داری قدرت کنترل رو بهش میدی با کنترل کردن که چیزی وجود داره به کنترل اگر شما اینجا اووردوز مصرف کنی ممکنه از دنیا بری ما مو اگه دست بزنی اینجا ممکنه واسه همیشه بسوزی ما از این از این پول رد بشی ممکنه سقوطی بکنی که هیچ موقع برگشت نداری پس برای بقاش نیاز داری که بهش توضیح بدی چیزی که داره توی ایران از دست میره همین شرایط ایدهال بقای تو میدونی چند درصد جوانای ایران ماری مصرف میکنن؟ تفاوت داره تفاوت داره که تو مصرف میکنی با شخصی که توی ایران برای اینکه خودش رو داخل یک انقلاب رفتاری داخل یک هنجار شکنی بزرگ به عنوان پیشرو و نسل نوین قرار بده است چیزی که تو داری مصرف میکنی یک چیز کنترل شده است از لحاظ ذهنی واسه همین که ثبات داری تو زندگی عموما آدم هایی که مارجانا مصرف میکنن و این خاصیت ذهنی و کنترل ندارن ثبات ندارن اینو قبول داری بریم جلوتر یا؟ این دکتر اصلا به من گفت دکتر گفت 95 درصد آدمایی که وید میکشن دارن از دنیاشون فرار میکنن و 5 درصدن که فقط واسه حال میکنن و دکتر گفت من روز اون 5 درصدم حالا دیگه درست شده باشه تر ازت که هستی به خاطر اینکه من وقتی تو نگاه میکنم یه کنترل شده است میدونه زنش با کی میخوابه کی طرف میاد خودش چجوریه یعنی یک زندگی منظورم خودت یا که دیگه میخواد. میدونه که همه چیز چه جوریه کنترلش حالا جان حالا مهم نیست بس اینه که میدونی میدونی که داره مهمون میاد میدونی که داره میام جان بس, بس که وجود داره که میدونی داری چی کار میکنی این خیلی فرق داره که ندونی ولی انجام بدی چون میخوای فرار بکنی که تغییر بزرگی انجام بدی تغییرات بزرگ دقیقا موقعی انجام میشن که تو در حال انجام تغییر کوچک هستی در استمرار هیچ کسی یک شبه نمیتونه یک نوازنده خفن بشه تشرم داره سازو میکنه تو دیواری میزنه تو سرش کاری میکنه که ضد ارزشه و به ضرر خودشه ارزش نسبیه ولی به ضرر خودش که میتونه باشه حل... حداقل فیزیکی و روانی استرس عامل مرگ پس نمیشه اینجا نقزش بکرد پس نمیتونه یعنی چین آدمی وقتی هنوز زندگی رو نشناخته با محتوایی که بهش ارائه میدن جون مثلا من با موزیکی که دارن الان کار میکنن بقیه یا مشکل دارم اینه که ما اگه بیایم بگیم جون چه کوکولی فلان داستان اینجوری کردمه بریم اینجوری او زندگی اینه بریم لبای ساحل تو اینو این ای سمه حرف ما حرف آدم سنتی نیستا این حرف اصلا حرف آدم خشک نیست این حرف حرف انسانیه تجربه نشون داده کلا موزیک تو همه کالچرا کاملا چیز شده دیگه همش همین چیزاست کلا از بین رفته یعنی کلا کلا خب موزیک فرهنگ رو داره نشون تو میگن آقا یک یک کشوری میخوای بشناسی یک مردم می‌خوای بشناسی فرهنگش رو بررسی کن ببین فرهنگ اینا چی هستش اینا چی کار میکردن با هم دیگه اینا چه تولید محتوایی میکرد مایی که صادق نوجوکی داشتیم که از نظر من اگر موسیقی پاپ ایران مسجد صادق نوجوکی در مسجده هیچ کی نمیشناستش واسه اصلا مهم نیست این آدم کیه نمیخرن کاراشونو گوش میدن و اینا مجبور میشن که با مردم حرکت بکنن یا حذوت بشن یا حرکت بکنن و محتوایی رو که ناخواسته مردم پذیرفتن و به خاطر اینکه عزت نفس ندارن به عنوان یک انسان بگن این کیریه بپذیرن که کسی بهشون توهین نکنه و دست بدن تو دست آدم هایی که دارن چه خواسته چه ناخواسته یک فرهنگ و یک ملت یا که ادعای سیویلیزیشن تکامل و سمارت بودن میکنه تو نسل جدیدش از بین ببرن نسل جدید و من از این لحاظ و از این سایت به شدت خیلی اسخای میکنم این کلمه رو میگم خیلی کلمه کلوفتیه و کلیه تر با هم میسوزه کودن میدونم کودنهایی هایی هستن <applause> که در توهم این هستم که ما خیلی پیشرفته هستیم در <applause> این این دقیقا یک ضرره یک ضرره که آمریکا دید اینو آمریکا <applause> دید هروئین چیکار کرد این آزادی چیکار کرد هیپیا چیکار کردن یه با خودشون خرد نیوردن قنا نیوردن ارزش نیوردن و ما داریم در مورد یک جامعه تازه مثل آمریکا صحبت میکنیم که کلا فرق میکنه تو ایران الان الگوهای ایرانی شده الگوهای غربی چیزی از خودش نداره عین هندوستان حالا ایران اینجا پرچم عثمان نیست دار. هندوستانی که فرهنگ داشت کالچر خودش رو داشت الان الان, الان شما فیلمت اگه یه بازیگر انگلیسی نباشه موزیک انگلیسی نباشه تو هندوستان صحنه هالیوودی نباشه کسی نگاه نمیکنه من صحبت میکردم با یه هندی که خیلی آگاه بود توی صحبت میکرد میگفتش که اگر ما در مورد سنت و فرهنگ و غنا چیزی بسازیم میگن کساشری میزنش کنا چون تکنیک سوار شده بر این قضیه چون تکنیک جذابه تو میری سمتش تو میری سمتش یعنی تو فکر میکنی که من اگر جوان هستم باید برم میگن قدیم تو دهه 60 و دهه میگفتن سیگار بکش داره میگفت میخوام هنرمند چه کس نه, نه سیگار بکش میگفت داداش هنر سیگار بکش یه پاکت بکش دنبالم هم خانوادهم توجه کنم دو پاکت روزی بکش سیگار بود الان تبدیل شده به یک موادای روانگردانی که تو پا گذاشتی توی زندگیت و میخوای تازه زندگی رو بشناسی همینجوری تو کنترل نداری افزار زندگی دستش و این این داره تو رو ترغیب میکنه که بیشتر افزار زندگی دستت نباشه و من واسه همین حرف که میزنم با جوونا نگاه میکنم خودم پیر خر نیستیم خودم هم چیزی ولی نگاه میکنم یکی دو است بعد من افسردن این افسردگی نسبتیش بخشی هستش که مربوط میشه به نوع زیستشون درآمد اقتصاد هر چیزی که وجود داره توی ولی بخش عمدهش این نیست بخش عمدهش ذهنی و روانیه یعنی به جایی میرسی که تو میبینی که یک نفر در اوج دارایی و غیره سویساید میکنه حالش خوب نیست به جایی میرسی که نمیتونه ارتباط بگیره نمیتونه از لذت های زندگی بهرمند بشه و تو میکنه. برای سامرایز کردن این اپیزود تو در واقع نصیحت چیه به این برابکسی که حداقل ما رو فالو میکنن که در خوشون رو بهتر میکنن من هیچ سگی نیستم که اون نصیحت بکنم ولی چیزی که برای من مهمه اینه که آدم باید سعی بکنه از مغزش استفاده بکنه بشناسه انتخاب بکنه نه انتخاب شده رو انتخاب بکنه که کردیتی از کامیونیتی خاصی یا یک سوسایتی بزرگتری بگیره من باید تشبه. بدونم که این دارو مرا درمان میکند اگر تمام عالم استفاده میکند دلیلی بر این نیستش که من هم باید استفاده بکنم مثالش تست پنیسیلین هستش شما نمیتونی بری پنیسیلین بزنی باید بدونم که شما واکنش به این داری یا نه چون میتونه خارتو بگاد شما باید بدونی که آیا این کیوره یا ای دیزیزه اوکی وقتی که بخوای بفهمی نیاز داری که این قرتی بازی این فیگوراتیو زندگی کردن رو بذاری کنار و سعی کنی به خودت فشار بیاری بزرگترین آدم هایی که توی دنیا توی مدیا و کامیونیتی هستن آدم هایی هستن که فهم هم دارن فقط قسمت شوشون نیست تو نمی تو نمیتونی بگی که این یارو اومده کسخل بازی در آورده اینجوری شده فلان شده در حد اینترنشنال دارم میگم اون یارو یه چیزی میفهمه همینجوری هم نیستش که تو بوم یا افراد فهمیده اینو کنترل میکنن ما متاسفانه سوسایتیمون اینو نداره که مثلا میگن آقا تو آلمان مثلا چی شده الو الو سلام سگم سگم دیگه پارس میکنه شش نفر اف پنجره رو میشکنه میاد تو میگه کو کجاست بده برام درمانش بکنم شیشه رو هم درست میکنه زن هم میکنه میگه به خاطر کیری کوچیکت حالا مثلا خودم عرض میکنم حالا بهت برای تو تو جامعه ایرانی اگر نتونی این این کمکه این اگر نتونی خودت گیلیمتو عذاب بکشی بیرون باختی مثالش یه, یه دختر است من چند وقتی دنبالش میکنم یه دختر جوونیه هر روز داره فسفوت میخوره و چاختر داره میشه و داره سیار میکشه چرا داره این کار میکنه سوال من اینه در حدی که میشه. پاش در حدی که پاش داره میترکه دقیقا میکنی توی توی یه کوچه میشینه لبه به داشتم زیر نظر و سیگار میکشه و فسفود میخوره تو تنهایی خودش چی باعث میشه که این همچین دستوری به ذهنش بده چه چیزی باعث این نشون میده که تو این آدم غرق شده و حرفی که زدم دوستان عزیز خانواده پدر مدر بودن فقط فقط به تأمین کردن نیازهای اولیه فیزیکی برای بقا مثل خوردن پوشیدن خوابیدن جای گرم سقف و تامین هزینه نیست. اگر شما نتونید پدر مادر باشید نتونید کنترل رو خودتون داشته باشید و نتونید اینو به ارث برسونید به نسل بعدتون فرزند شما در محیط اجتماع قرار نیست چون مدینه فاضله دیگر وجود ندارد روی کره زمین قرار نیست به جایگاهی برسه و شما اونو دارید میکشید با هزینه کردنتون با توجه کردن بی در جای دیگر دید خیلی فیلم ساخته میشه مثلا بابا میاد میگه پسرم بیا این پول میگه برو 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 فلان بلم کن بذار تو خودم باشم بذار ف... این... این, این چیه و تو خودش بودن چیه تزریق کردن چرا یه آدم به جای میرسه که میگه آقا من هروئین به خودم بزنم چرا آدم بعد به جای برسه که بگه من میرم یه نفر رو با چاقو خفت میکنم چرا آدم بعد به جای برسه که بخواد پا بذاره روی لذت ها و زیبایی های زندگی و اصلا براش درد نداشته باشه این مسئله اگر هیتلر این کار میکنه من اصلا سرزنشش نمیکنم به خاطر اینکه اون میدونه چیکار میکنه اون میدونه داره چیکار میکنه ولی وقتی که تو میای تو اجتماع نمیدونی چرا داری فش میدی نمیدونی چرا داری از هم میدوزی نمیدونی چرا از خانواده هم متنفری نمیدونی چرا دوست داری اذیت بکنی اگر نمیدونی نگزم تو مریضی اصلا اینجوری نیست زند به شدت والاتر و برتر, برتر و با از اینه که ما این رفتار رو بکنیم چیزی که ما توی کامیونیتی میبینیم توی یوتیوب طرف نمیدونه چرا مثلا از حرف من بعدش می طرف نمیدونه نه این نمیفهمه این کسخله این فل اه... به چی داری حمله میکنی از چی داری دفاع میکنی اگه اینو من میگه خیلی به چی داری حمله میکنی از چی داری دفاع میکنی ما اگر... من, از روز اول تو یه آرتیست دیدم من هیچ این سایدیو که مثلا من از روز اول تو رو یه حالا بعدم هم... نه نه حرف از سوه چون میدونم قبلا دوست به ما مادرم بودی نمیتونم آره حالا رد کن آقا اینا خود راست میگه من برای آخرین میگم آدم رو مغزش کار کنه مغز خیلی قدرت بالایی داره اگه ازش کار نکشی هی به هیچی نمیرسه حتی میتونی برگردی عقب به قول رضا و اگر بهش برسی میتونی چیزایی که دیگه هنوز ما اصلا میتونیم امرجن بکنیم و بسازی واسه همین حیفه آدم که توی دنیا افتاده به قول بین یه بیلیون تا اسپرم حالا 5 میلیون تا یه بیلیون تا اسپرم شناکری رسیدی به تخم مادرت زندگی که از من که تخم یه جوری میگه انگار یه دو زنه و سیو نشسته کیرش دیده ازشه تخم تخم مادر به آوای من اونقدر تخم مادر که تو گفتی برفت چاکس